دستورشون پش اومدم چه خیلی یک قانون دور آدمی خیلی که دستورشون پش اومدم یکی مدرن دید گفت دستور تا بوسکو و سرات بالام بگیر تا جنایت کار نستی گفت به هر صورت پس از یک سال زندانی شدم پس از یک سال گویم فکرم لحیزه ها آیا شما به نظر شما همین سبب زندانی شدنتان واقعا جدی بود یا به نظر شما همگی یک بهانه بود؟ خوب بیاید همین خیلی بگیم که من هم نفهمیدم چی گذشت. سه تا من کشف کردم هر نفری که در زندان با سه کار مشغول می شود او من نمیتوند که وقتش چخیل می گذارد و همیشه خوشحال هم است. یکی ورزش، یکی عبادت، یکی دیگر مطالعه. من در بعضی سختور هم دوستو داشتم، بعضی هاش آدم روان کردن که نمو را نگیرد در وقتی تفتی شد، بعضی هاش گفتن که نگه که با ما جوره هست. دلیر آنهایی که شما رو میشناسند میدونن که شما یکی از روزنامه‌نگاران آزادنگار هستید، ولی ما میدونیم که عیناً همین خصلت شما به قول به سرتان کلفت آورد. 16 اپریل سال 2020 دادگاه ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه شما رو با گمان برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی به یک سال زندان محکوم کرد. خب می گفتید که در دوام این مدت در چی شرط و شرایط زیستید و چی فکرها رو از سر گذراندید؟ ببینید وقتی که من یعنی 29 ژانویه دادگاهی اسماعیل سامانی برای 2 ماه حبسی پیشکی اعلان کرد، من به سودیا گفتم که هم دوار که مقصد شما می توانید واقعا بگوید که برای چی وقتی قاغ زمان گفتم بگذار من میروم، ولی من میخوام یک جمله مقصد بگوید که چی است اینجا. من قبلا اون دادرس رو میشناختم، همون سودیا رو، و در چند سوچه هم اشتراک کردم، نا تو ما از نزدیک هم دیگر رو میشناسیم. به من گفتن که دلیل خودت وضعیت رو میدونی از من بهتر، و این پاسخ سودیا با بسیار سوالایی که من خودم در ذهنم چرخید و پاسخش هم میخواستم پیدا کنم یک نوع قانع کننده بود. دیگر در اون وقت وقتی که دستای من زغالونه زده بود و تو دیگر در یک شرایطی قرار میگیری که نمیتوانی از خودت دفاع کنی، مشکل ترین حالت در زندگی من همون وقت درک کردم که وقتی میخوای از خودت حمایت کنی، مثلا تو میتونی از 10 نفر حمایت کنی، برای 10 نفر صدا بلند کنی، برای 10 نفر بنویسی، داد زنی، فریاد کنی، به سودهاشون بری، ولی مشکل ترین حالت همین است که من فکر میکنم برای همه رخ میدهد که دیگر از خودشان نمیتوانند دفاع کنند. البته در یک شرایط آزاد، در یک محکمه آزاد احتمال دارد که خودت را مثلا دفاع کنی، ولی دیگر در اونجا هر گونه مثال آوردن، دلیل آوردن فایده ندارد و شما را به این چیز عیبدار میکنند، میبرند و دیگر میروی و همه چی رو میسپاری به خدا و منتظری حادثه بعدی میشوی که چی رخ میدهد. و اینقدر واقعه هایی که در کتاب خوندم مثل یک افسانه، مثل یک کینو، مثل یک خواب، علاکه در واقعیت می دیدم و برای این چیز خودر آماده می شدم برای این چیز. خب شرط و شرایطی که شما در اونجا زیست و زندگانی کردید، یعنی محبس در نظر دارم. پیش از محبس انتقال شدن در محکمه تفتیشاتی کمیته دولتی امنیتی ملی، خدایش کس اونجا رو نبیند، مقصد من همیشه دعا میکنم که هیچ دوستی من، رفیق من و هیچ فرزند تاجیک اونجا رو نبیند. گر در سری مناسبت نمیرد من سر، هیچ کس با من در اونجا مناسبتی بد نکرده است، از روزی باز داشت اونجا دارم، ولی شرایط، مقصد تصور کنید شما یک آدم فعال هستید، زنده دل هستید، کتاب میخونید، به اینترنت میدارید، فیلم میبینید و هر روز دوستانتون میبینید. در همین عصر 21 شما تصور کنید یک روز تلفن شما رو به دستتون نتیه، یا خوش داشته باشید پیدا کرده نتوانید، یک روز موسیقی گوش کرده نتوانید، حداقل یک روز میخواهید با آینه نگاه کنید نمیتوانید نگاه کرده، یا ساعت رو نمیدونید چند است. خلاصه شما یک بار اگر 24 ساعت این رو تجربه کنید و نفری که تقریبا 2 یا 3 ماه این رو تجربه میکند یا حداقل 10 روز در یک اتاق تنها میشیند، بعد درک میکنید که مقصد این چی است. شما یک لحظه فکر میکنید که همین هوا وقتی شما نفس میکشید قرار میکند، یعنی خیال میکنید که دیگر نه پیش حرکت کرده میتوانید نه عقب، یعنی همه چیز در یک حالتی بی حرکتی میستد. من همین حالتی بی حرکتی رو در اونجا تجربه کردم که آدم
لحظه ها میستد و فکر میکند که وقت نه پیش میرود نه عقب در یک جمع میستد و این خیلی یک حالت مشکل است، یک حالت خیلی سخت است. خب این در وقتی تفتیشات پیشکی بود؟ بله بله. بعدن وقتی که شما با گویم زندان، زندان دائمی جایی که شما رو زندانی کردن، اونجا انتقال یافتید، مناسبتی دیگر زندانیان با شما چگونه بود؟ چیزی که من خوب همش رو نگفتم و شاید همش رو نگم، چیزی که برای من همچون یک روزنامه‌نگار که بعداً از این کسب افتخار کردم، بعداً فهمیدم که نوشته هایم بیهوده نبود است، بعداً فهمیدم که ما همیشه فکر میکنیم شاید کاری بیهوده بود، چی بود؟ این بود که وقتی که من با اونجا یک جور میگم، وقتی که شما رو به زندان میبرن، شما 15 روز آماده میکنن که باز با میانی مردم روید، یعنی یک توقیفگاهی سنجشی است که شما رو قویده های زندان، قانون های زندان که بعداً در خودی منطقه زیست میگوین زونه، شما چخیل زندگی کرده میتونید. همونجا روز اول ما بودیم، خدچه ها می آمد که اکی دلیر سلام، ما فهمیدیم که شما در اینجا هستید، با ادم ها شخصا می آمدن اونجا، از زندان داخل زندان تا اونجا رفتن با چند دری هست که شما میگذارید و هر یک در پاسبان دارد، یعنی هم از طرفی زندانی ها هم از طرفی خودی اون مامورانی زندان، و باید به درخواست روید و تحت نظارت باشید. ولی همه اینا راه می آفتن. حتی یادم است که روز دوم بود، گفتن یک موی سفید، تقریبا موی سفید هم شاید 55 ساله، یک مرد شما را میگوید، من دهنی همون شد کمدم و از کیسه یک انار برآورد، در داخلی نیم انار بود، در داخلی یک همین سلفان پیچوندگی، گفت من نیمش را خوردم و وقتی که فهمیدم که من از گازیتو خوندم درباره شما میدونستم و فهمیدم که شما اینجا هستید، همین انار را برای شما آوردم. همون لحظه فکر کردم که دیوارهای زندان فرو رفت و اون پنجره ها دیگر نبود، و فکر کردم که من همه جای تاجیکستان رو دیگر میدیدم، و گفتم که وقتی که محبت یک نفری که مثل پدری من است اینقدر با من مهربون است، دیگر برایم فکر میکردم دوامش آسان میگذارد. و اون حالت پاندمی بود، کرونا ویروس بود، کودکو دیده نمیتونستیم، خانواده وخوری ها نبود، و چیزی که من رو بیشتر روحیه‌ام رو بلند کرد همین بچه های زندان بودم. و یک من که اونجا قلبم بیشتر فشار داشت، یک دختر بود با اسم مرادعلی، بعدا فهمیدم که آزاد شده است، خیلی بچه های دانشمند بود، خودی شبی سیوم بود که به من سه کتاب فرستاد، اونجا خیلی دسترس کردن کتاب مشکل بود، غذا فرستاد، دارو فرستاد، در داخل هم زندان، و خدشه بود که اکی دادر ما شما رو میشناسیم فلان همی خیل. و یهو فکر کردم که تمام همون زندانی ها که 400 نفر وقتی ما رفتن 390 بود یا 400 نفر بود، خیلی مناسبتی کردم، خیلی پذیرایی گرم، و هیچ مناسبتی سرد رو من از طرف یک آدمی که در اونجا با هر جرم محکم شده باشد ندیدم. برام تا به امروز تعجب آور است که چرا این خیلی بود. خب مناسبتی خود زندانیان خوب بود. در مورد کارمندانی زندان چی مؤسسه؟ کارمندان مؤسسه از راهبر همون وقته مؤسسه سر کرده تا سرباز قطاری، همیشه وقتی که ما رو میدیدن یک چیز میگفتن، ما تو رو به اینجا نآوردیم. وقتی که شما با یک چهره گرفته و میدونید که به سرتون نگاه میکنید، اونها هیچ چیز نمیگفتن، ولی همین قدر میگفتن که ما شما رو به اینجا نآوردیم. یک مسئولی بلندپایه بود، گاه گاه میان زندان به اونها میگفت که، میان بچه های زندان میگفت که دلیر در اینجا مهمان است، کارمند نظامی بود، میگفت دلیر در اینجا مهمان است، و خیلی خوب بود مناسبتشون. البته خوب به معنای که بودن افرادی که مقصد میگفتن که مثلا شما خائن هستید، میگفتن که کار شما نادرست است، در اولین وقتی که من رفته بودم شما جنایت کردید که به اینجا آمدید. بعدن وقتی که صحبت میکردن، آموزش میکردن، میدیدن، اونقدر دوست میشدن، رفیق میشدن، گاه گاه اتاقهاشون فیراد میکردن، با همدیگر چای مینوشیدیم، حتی میگفتن که تلویزیون رو تماشا کردن یاد کردی. که معمولا من اونقدر عاشق تلویزیون نبودم، ولی به هر صورت کوشش میکردن که یکان خوبی هایی کنن که به من چخیل گذاشتن وقت نفهمیدم. باز یک کارمند دیگر بود، البته من نمیخوام نامشون نگیرم، بعضیش در منصب هستن، شاید برای بعضیش پرابلم هم میشود، بعضی ها وای میشود، فقط حالتاش هم میگویم که چی بود.
تمامی روزنامه های دولتی و بعضی روزنامه های خصوصی که همان روز مثلا صبح می برآمد تا بگه دسترسی من میکرد و می گفت دلیر اونجا موضوع جالب است، اینجا این خلاص، اینجا این خلاص، و دیگر زندانی ها می اومدن از من گزیت می گرفتن و من تقریبا همه گزیت ها رو طول یک سال که من در بیرو شاید خیلی کم گزیت های روزنامه های دولتی رو مطالعه میکردم و اونجا همیشه برای من دسترس میکردن و در یک هفته دو مرتبه طریق تلفن باید با خونه صحبت میکردیم و بیشتر برای من امکانات بودن، ولی من استفاده نمیکردم از امکاناتی بیشتر، چون گفتم حق دیگر بچه هم هست، من حق ندارم که از دو مرتبه زیادتر سخن گویم و گاه گاه اگر ضرورت پیدا میشد من در غیر نوبت، یعنی در نوبت مردم نمیرفتم، خواهش میکردم یکم لوازمو در کار میشد دو سه دقیقه گپ میزدم، ولی همیشه میگفتن اگر تلفن برات لازم باشد از تلفن های مؤسسه استفاده کن، ولی من همون قدری که برای من کفایه بود مبلغش هم میسپریدم و هر گونه که همون بچه‌هایی که قانونی هم داخل رعایت میکردن، گرچند من هم مثلا خودم رو در همون کار مجرم نمیشناختم، ولی مثل اونها رعایت میکردم، میگفتم که ما یک شهروند یک کشور هستیم و امکان دارد که این بچه در اینجا استفاده کند، این قانون رو من از نفوذی که دارم، از محبوبیت دارم، از اونی که مرا احترام میکنن، حق این مردم رو پایمال کنم. از این سبب بود که خیلی زندانی ها دوست همه داشتن و محبت داشتن، صحبت ها زیاد میکردن، من خیلی خوشحالم. زندان قانون نوشته دارد که اون در هیچ کدکس و قانون وجود ندارد، البته من از اون قانونش پیروی نمیکردم، اونجا مثلا قانون هست که بین خود زندانیان هست، اونا خودشو مشخص میگم، از اونا پیروی نمیکردم، ولی چیزی که در سطح قانونی عمل کننده، منظورم اون معیارها و کدکس هایی که نوشته میشود، این رعایت میکردم که فردا نشود که بگوید یک نفری خودش ادعای قانون میکند، یک نفری که خودش میخواهد قانون محوری باشد، عدالت باشد، اینجا آمده مثلا قانون پایمال میکند. با نام یاد خدا سلام و سلام به همه اونهایی که این برنامه رو میبینند. کتاب خواندن در شرایط فعلی برای بعضی ها شغل، برای بعضی ها کسب و کار و برای بعضی خوبی و برای بعضی یک چیزی نالازم است و ما هم تصمیم گرفتیم این موضوع رو مشکافی کنیم که تا کجا کتاب خواندن با وضع ما، با زندگی ما، با افکار ما، با کار روزمره ما و در شرایطی که ما زندگی میکنیم تاثیر دارد. این شروع میکنیم از استاد صدرالدین عینی، چون از دور ادبیات معاصر هستند و کتاب های زیاد نوشتند. من فکر میکنم ما در تاجیکستان در همین ادبیات معاصر نویسنده نداریم که به حد عینی خوانده و نقد شده و گفته شده باشه. دلیر ما خبر داشتیم که شما لایحه مؤلفی خویش رو راه اندازی کردید، میگفتید که اون با کی روانه کرده شده است و در کدام موضوع است؟ اصلا ما با یک دو سه نفر دوستامون شدیم صحبت کردیم، یک برنامه کتابخون راه اندازی کردیم و اصلا این تجربه چند ساله کار با کتاب، مطالعه کتاب، خواندن کتاب و آموزش وضع امروزه کتابخونه در کشور و یکان اودیتوری مشخص نداریم، فقط برای عموم مردم روانه شده است. خب پیشنهاد میکنیم ببینیم که چی عکس العمل میدهد و چی نتیجه میدهد، آیا ضرور است همین کاری که ما میکنیم، بعدا معلوم میشود. خب در زندان وقت برای کتابخونی به شبه زیاد است. بله بله، خیلی خیلی زیاد است. خب کدام کتاب ها رو در اونجا شما میخوندید و من در چی موضوع و چی مقدار کتاب خوندید؟ اگر خاطرم فریب هم ندهد، حدود 100 کتاب من مطالعه کردم، خیلی از مولانا حفظ کردم، از سعدی حفظ کردم، قرآن حفظ کردم و حتی سرگذشت بعضی از شخصیت های معرفی جهان، به مثل مهاتما گاندی، به مثل فیدل کاسترو، به مثل چه گوارا و حتی هیتلری که ما میگیم، ستالین، خیلی در اون موارد مطالعه کردم، گفتم ببینم که اینو کجا شکست خوردن، کجا موفق شدن، نظر مردم برایشون چی بود، چرا با بعضی این شخصیت ها ما نفرت داریم، بعضیش دوست می‌داریم، چرا بعضیشون قهرمانند، بعضیشون خائنند و خیلی مطالعه فراگیر بود در مورد شخصیت ها. سوال به میان میآید که کتابخانه های محبس های تاجیکستان در چی حالند؟ من ببینید، من هیچ کتاب از کتابخانه های محبس نخوندم، چون داروی اون طلباتی که برای من بود، اون شرایطی که بود، این گونه کتاب ها نبود و کتاب ها رو برای من پدرم، مادرم، همسرم دسترس میکردن و حتی دوستانی بودن که از بیرون برای من کتاب میفرستادن طریق خانواده و من این کتاب ها رو دسترس میکردم، میخوندم. سه چیز من کشف کردم: هر نفری که در زندان با سه کار مشغول میشود،
اومان نمیتوند که وقتش خیلی میگذارد و همیشه خوشحال هم است. یکی ورزش، یکی عبادت، یکی دیگر مطالعه. و من درک کردم که تمامی مشکلهایی که ما سرش گفتیم و نوشتیم و امروز دست به گریبان هستیم و همیشه تلاش میکنیم که حل کنیم، این نخوندن است، مطالعه نکردن است و آگاه نبودنی مردمی عزیزمون است. من نمیگم که چه عیب مردم است، فقط ما نتوانستیم، ما آدمانی که آگاه بودیم و تا اندازه میتوانستیم، نتوانستیم که مردم را به سوی کتاب بیاریم و آگاه کنیم. و من اکنون امروز همچون یک قرض شهروندی، همچون یک وظیفه شهروندی خودم میدونم تا جایی که میتوانم حداقل یک نفر را کتاب خون کنم، حداقل 5-10 نفر را تشویق کنم که به سمت کتاب بیان. و شما اگر همین خیلی من تصور میکنم، شاید من اشتباه کنم، اگر 50% مردم فعلا دست به کتاب برند و کتاب بخونند و آگاهی پیدا کنند، ما در وضعیت تماما به فکرم دیگر قرار میداشتیم. زمانی که در نسبت شما خب پرونده جنایی باز شد، فعالان جامعه شهروندی، روزنامه‌نگاران تاجیکستان از بازداشت شما فعالانه اظهار نگرانی میکردند، از جمله همسری شما تا به حبس فرستاده شدن شما جانبازی های خیلی زیاد کرده بود، یعنی مصاحبه ها میداد، شرح ها میکرد، میگفتید که عموما در نظر دارم که در جستجوی عدالت بود. خب به نظر شما پسی سر کردن همین یک سال پر عذاب برای شما مشکل تر بود و یا برای همسرتون و اهل بیتتون و یار و دوستانتون؟ بیشتر به اهل خانواده، بیشتر به مادرم. من فکر میکنم که از همه زیاد عذاب رو مادرم کشیدن. من یک مکتوبم دارم، شاید یک 100 صفحه باشد، ولی نشر نکردم. جای من از داخل زندان نوشته روان کردم به مادرم و نامش همین بود که بعد از این برای من گریه مکنون. یک مکتوب خیلی احساسی است و فعلا پدرم و بعضی ها خواهش کردن که مکتوب رو نشر نکنیم، چون بعضی واقعات های دیگر هم هست، ولی من نشر میکنم یک روز این مکتوب رو. خلاصه برای همه بعد 15 روز تقریبا یا 12 روز من دقیق در اون مکتوب نوشتم، مادرم اومد، اولین بار دیدار کردیم، گریه کرد و من تلاش میکردم که گریه نکنم، گرچه من بعدا میرفتم گریه میکردم. شاید اولین باره بود که من قهرم اومد گریه کردم، همچون مرد همونجا بود. مادرم اومد، چیزی که من رو روح بلان کرد، چیزی که باز میگم زندان رو برای من آسان تر کرد، در صورت که گریه میکرد از جایش خیز گفت که وقتی که من دستوسین پیش اومدم، اونجا خیلی یک قانون دارادم خیلی که دستوسین پیش اومدم، یکی مادرم دید گفت دستوتا باز کو و سرتا بلند بگیر، تو جنایتکار نیستی، گفت تو هیچ وقت جنایتکار نیستی، گفت و سرتا بلند بگیر، قامت راست بگیر، ما را شرمنده نکن. در صورتی که خودش گریه میکرد و من با پدرم نگاه کردم، پدرم خیلی آدم سختگیر هستند، مقصد معلم هستند، گفتم از پدرم میگوید که این چیکار کردت بود، این کتاب برای چی نوشتی، همین چند چیز دیگر. ما همین خیلی میشد که در اویلا اگر اون کار خطایی میکنیم و نمیکنیم حتما سرزنش میبینیم. پدرم نگاه کرد گفت بهترین کار بود، تا این وقت اگر من کتاب چایت رو نخونده بودم چی نوشته رو بندن خوندم، خوب بود. من تعجب کردم، گفتم چی خیلی، اصلا هیچ چیزی نوشته من رو پدرم نمیخوند و عموماً در عموم آگاهی ندارد من چی مینویسم، چی کار میکنم. اون یک وقتایی داشت است که من در سفینه کار میکنم، فقط در یک روز من رو به من 2-3 بار زنگ میزد، سهر عبید بگو در کجا هستی، چی کار میکنی. من گزارش میدادم که مقصد اینجا هستم، به همین پدرم قانع بود، فقط میگفت دزدی نکن، یکم کاری بد نکن، مثلا ایجاد میکن به این کار نداشت و هیچ وقت هم نگفت از این را بینه این را نیست. گفت این بهترین کتاب شد دست، گفت بچم من این را خوندم، گفت اگر نامه گرفتن، گفت از دست من خودم باقی مونده، گفت با مردم تقسیم میکردم. گفت و وقتی که این موقع را پدر و مادرم در اونجا گرفتن، من دیگر خیلی بالیده شدم، یعنی با قوت شدم و گفتم که وقتی که مهمترین چیز برای من حکم نبود، مهمترین چیز برای من این بود که پدرم، مادرم، همسرم، برادرم و اپاهایم چی فکر میکنن. اگر اونا هم در برابر حکم من گفتن که واقعا تو جنایت کاری، تو کاری بد کردی، این برای من عذاب بود. آدم فکر میکنه به ارزاد. وقتی که همه اینو میگن نه تو کاری نکردی و سرت بالا میگی، دیگه خوشا برای تو یک مثل یک توی خونه میشد، میگی که خب خانواده میدونند که جنایت کار نیست، جامعه میدونند،
دوستونات میدونم. البته وقتی من دوستون میگم همه رو در نظر ندارم. من در بعضی سخترها هم دوستو داشتم. بعضی هاش آدم روان کردن که نمو را نگیرد در وقتی تفتی شد. بعضی هاش گفتن که نگه که با ما جوره هست. و بعضی هاش خانه آمدن گفتن که اگر یکم چی میرید میپرسید نگد که ما هم را شش تو خیز داشتیم. این افراد هم بودن البته. یعنی دوستای زیادی خیش را از دست داده دیدین که چند نفر؟ خوب از اون دوستان زیادی که من داشتم امروز فکر میکنم که اگر دوست گفتن ممکن باشد شاید بیست و چند نفرش از ما رفتند. دیگر در صحبت و اگر دعوتتون ما نمیرویم یا با اونو صحبت نمیکنیم یا فاصله میگیریم اون هم فاصله میگیرن. گرچند بعد این میخواهم باز بعضیش بیان. ولی یک چیز عجیب است که ما دو سه مرد تیبه بیشتر شناس ها دوست ها پیدا کردیم. این برام عجیب بود که مقصد بعد از این دان آدم فکر میکند که چی میشده باشد. حتی یک چیز جالب دیگر رو برایش ما بگم، ما چون روزنامه نگار هستیم با سازمان های خارجی که رفت آمد داریم کار میکنیم، شاید بعضا وقت بسیار ها فکر میکنن که از ما پشتیبانی میکنن. من جامعه شهروندی رو در نظر ندارم شخص نلایی دارم. وقتی که از زندان برآمدم بعضی از همین سازمان ها من در با یک دو سه دیپلمات خارجی این چیز رو گفتم، براشون تعجب آور بود در یک صحبت و طریق دوستان هم گفتن یا خودشون فریاد کرده گفتن که دیگر به اداره های ما نبیا چون بالای ما مشکلی می شود. ولی در اصل من هیچ وقت نرفتم، من هیچ وقت به هیچ سازمانه، هیچ تشکیلاته، هیچ گروه، هیچ نرفتم و کمک هم نخواستم و هیچ وقت هم در صحبتشون نبودم. عجیب است که من دعوت کردم گفتن شما به اداره های ما نوید که برای ما مشکل می شود. یعنی تو ای حد بودن. ولی باز در برابر این شخصیت های بودن، نفرانی بودن که پسرم سال غمگی نشد یا دوست یا برادر خیلی زیاد از این وشد. خلاصه این حادثه خیلی که شما 180 گرادوس میگوید که 180 گرادوس زندگی ما رو تغییر داد در سمت شناس ها، دوست ها، حتی تصمیم گیری ها. خب سبب اساسی که شما رو به دادگاه کشیدن از روی اظهارات دادستانی کل این بود که شما سال 2019 در مطبعه پنهانی کتاب را با تعداد 100 نسخه غیر قانونی نشر و پهن کردید که آن هم در زمینه جنبش اخوان المسلمین تهیه شده و تشویقگر ایدئولوژی جهاد بوده است. شما که خود دینشناس نیستید، چرا محض به موضوع دین و آیین دست زدید؟ ببینید این خوب نمیخواستم به این موضوع برگردم، ولی یک چیز رو میخواهم تاکید کنم که در مسئله مطبعه پنهانی ما هیچ مطبعه پنهانی چاپ نکردیم. ما یک نفر هم مقصد گفتیم که همین کتاب چاپ کنه، شخصیتش معلوم بود، ادبیات هایی که استفاده کردیم ادبیات ها معلوم. خب در این مکتب رویج است و به حیث یک روزنامه‌نگار خب ما موضوع دینی را مطرح نکردیم. ما نگفتیم این حرام است این حلال، ما نگفتیم که این حدیث ضعیف است این صحیح، یعنی صرف از نگاه دینی نرفتیم. خب یک موضوع را گرفتیم گفتیم که خب تروریسم یک چیزی پهن شده، بیا از زاویه دیگر ببینیم که همین چی است. خب این سپارش کسی نبود، فرمانی کسی نبود، ما از کسی گران نگرفتیم، با هیچ گروه ارتباط نداشتیم و غایه نگفتیم که این گروه پیروی کنید این گروه پیروی نکنید. ما گفتیم که مسئله تروریسم یا اکستریمیسم ریشه در دین ندارد، ریشه در پیامبر خدا ندارد. این چیزی است که در عصر 20 یا 21 پیدا شد و پهن می شود. خواهش کردیم که همین مسئله فرق کرده شد، پیشنهادی بود، یک کتابچه بود که پیشنهادی بود و حال ما اینا به تعداد کلان پخش نکنیم. قسمت های البته در بحث مقاله ما نشر کردیم. کتاب از سر تا آخرش دعوتش این بود که جوان ها به گروه ها میل نکنند، جوان ها به گروه های افراطی نروند. خوب در رفتی ای دور کنی و تفتیشات از گفتن که از اقتباس های ممنوع. فرض کردیم من یک روزنامه نگار میگویم که ادولف گیتلر، فرض کردیم در کتابی من کیف خود فلان جمله را گفته است، من طرفداری از این جمله نمیکنم، فقط به عنوان علم اینا مثال میارم. یا فرض کردیم میگویم اسامه بن لادن در یک مکتوب اینترنتیش بوش رو تهدید کرد سالی فرض کردیم 2004 یا 2003،
من طرفدار بلادی نیستم. اقتباس است برای پورا کردن همین. در علم، در همه گونه علم دنیا این رواج است. خب یک نفر می اومد میگفت که تحلیل میکرد و میگفت که قانع میکرد، من خودم دست میبرداشتم. یعنی تو بهم هیچ کس همون وقت هم قانع کردن نتونستم، بازم قانع کردن نتونستم. میگفتن که خب انا این اقتباسی که تو آوردی جوانان رو برعکس که چی کند مقصد دور کند از این گروه، برعکس دعوت دارد. خب هیچ چیز نبود. در علم از اون چیزی که مرا درس دادن، ما در دانشگاه خوندیم یا بعدا پیگیری کردیم چی است؟ اقتباس آوردن از یک کتابی ممنوع و یکی از یک چیزی ممنوع. اگر به حیث جانبداری نباشد علم است، میتونه پیشنهاد کنه، روزنامه فکت میورد، دلیل میورد، پیشنهاد میکنه. و در نویشتار یا که در علم این چیز بدی نیست اگر هدفش دعوت و تبلیغ نباشد. این که مثلا موضوع دین، فرض کنیم شما هیچ چیزی از دین نخوندید، یک موضوع پیدا میشود، هیچ چیز میگن فلان را گناهگار میکنن که وای خودش دین انا میفهمه به این موضوع دست داده است. مثلا طلاق در تاجیکستان زیاد شد، شما یک زن میخواهید تحقیق کنید، میرید پیش یک مفتی یا کتاب میگیرید، اقتباس میورید، میگه که نظر اسلام همین است، چی شما را گناهگار کنیم که شما دین انا میفهمید؟ یا که مثلا یک موضوع میگن که افراطی ها در تاجیکستان زیاد شده است، شما هیچ چیزی از دین ندارید، میرید با دین شناسا صحبت میکنید، کتاب را میگیرید میخورید، اقتباس میورید، همچو روزنامه نگار. اگر ما از این حیث گیریم، پس ما باید برای اقتصاد، برای ورزش، برای تیب، برای دین، برای هر یک این سوها باید روزنامه‌نگاری علیحدہ داشته باشیم، باید تحلیلگری علیحدہ داشته باشیم. و خیلی خیلی نمیشه، اون کسب اونورسالی است، دیدگاه است، نظر است، پیشنهاد میکنید، اگر خطا باشد میکنن یک کس دیگه پیدا میشود میگه فکر شما خطا است. به هر صورت پس از یک سال زندانی شدن، پس از як соли гӯем фикру мулоҳизаҳо, оё шумо ба назари шумо ҳамин сабаби зиндонӣ шуданатон воқеан ҷиддӣ буд ё ба назари шумо ҳамагӣ як баҳона буд? хуб биёед ҳамин хел бигӯем ки ман ҳам нафаҳмидам чӣ гузашт. бисёр суолҳое то ба имрӯз ҳаст ки барои ман норӯшан аст. ман фақат мегӯям ки хуб тақдир буд. همین خیلی گذشته رفت و من دیگر پیگیری نکردم چی بود. گرچنده بسیاری ها میگن این بود آن بود، خلاصه های زیاد بود. خب من دیگر پس این چیزو نگشتم و گفتم بگذار، یک مکتب بود، یک تجربه بود، یک چیزی که بود ما دیدیم و هیچ وقت فکرش رو نمیکردم. فقط یک چیزی بگم که من آمادگی همچین یک چیز رو میدیدم، مثلا همیشه فکر میکردم که حتی بسیار دوستان گفتن روید از تاجیکستان. حالا پیش از اون که من یک کتابچه بنویسم و مقاله بنویسم، 5-6 سال اخیر من از این پیشنهاد که باید از کشور بدم علاقه دیگه خسته شده بودم. خب من چیکار کردم؟ درست نما نگارم، دیدگاه هم میگم، اندشه هم. و این روز بعدی بر رمضان هم این تکلیف، این پیشنهاد اونقدر زیاد است که تو به سطحی کم گجه هم. خب بیرد سوال من که بهوده نیست که به نظر شما سببش همین بود، یعنی نشر کتاب؟ خب اکید ما به همین سبب چی شدیم زندان شدیم دیگه، اکید دیگه نخواه فهمه که شما، من در نظرم که کتابم پیش گفتار دارد، تصور کردیم که هر یک کارم و یه جنایی هم شاید پیش گفتار داشت. من با اون خاطر میگویم که در یکی از مقاله ها تا نولی سال 2013 همجه یک اقتباس آوردم، نوشته بودید که اگر یک نفر حقیقت را گوید و از کمبودی های جامعه ایراد گیرد یا اگر به منفیت جامعه ابرازی نظر کند، او را همه دیوانه میگویند. اما وقتی نفر چاپلوسی میکند یا تعریف و تفسیف یا با سوء استفاده از مقامش صاحب مال و شرایط خوب زندگی میشود، میگویند آدمی با فهم و با عقل و هوشیار است. در مطلب دیگرتان که از همان سال است، همچنین آمده است: در چند روز اخیر توسط پشت الکترونی مکتوب های تحقیرآمیز قبول کردم که در همش تهدید، هشدار و حتی پیشنهادها بود. در یکی از این نامه ها آمده که آدمی عاقل در این وقت سکوت میکند. شما جواب شما این بوده است که در پاسخ به همین مکتوب، ژورنالیستی که سکوت را انتخاب میکند یا انتخاب کرد دیگر ژورنالیست نیست. یعنی شما امروز که از ژورنالیستیکا یک نو رفتید، آیا همین خیلی فهمیدن ممکن است که شما سکوت رو انتخاب کردید و اختیار کردید؟ من از ژورنالیستیکا یا ژورنالیست شدن نرفتم، ولی من این کسب رو دوست نمی دارم.
اینا پیشکی بگم. فقط مسئول میدونم خودم رو، چون دیپلم گرفتم خواندم و مسئول همین کسب خودم میخونم. خیلی آرزو دارم که همه در کسب خودش فعالیت کند، همه در جایگاه خودش باشد، هیچ کس از تن هیچ کس تصمیم نگیرد. خلاصه ببینید که وقتی من گفتم نباید سکوت اختیار شود سال 2013، دادستان کل در وقت پرونده سازی گفت که از سال 2013 تا 2019 200 مقاله اکستریمیستی نوشته است، اولین بیانیه که چاپ شده است. یعنی من هیچ وقت سکوت نکردم از سال 2013 تا 2019. پس از محبس بر اومدن تقریبا 9 و 10 ماه میگذرد. شرایط، یعنی مثلا در صورتی که بعضی ها میترسن با شما صحبت کنن، مثلا رسانه که جسارت کند شما را کار بگیرد یا تیمی که جسارت کند شما را کار بگیرد نیست، و ما نرفتیم، مثلا نه خارج رفتیم نه از این پیشه دست کشیدیم. دلیر از صحبت قبلی همون فهمیدم که نه همه رسانه خبری امودن شما رو به تیم خیش دعوت کنند، شاید فکر میکنند که شما شخصی درد سرساز هستید و یا سبب های دیگر و دیگر دارن. زیاد از این میدونم که لایحه‌ای که شما تازه راه اندازی کردید و بسته به کتاب خونی، اون هم یک تشبوسی شهروندی است و یکم درآمد ندارد، یعنی که از اون شما یکم موز نمیاده. با بسته به همین سوال داشتم که منبع درآمد روزگار، یعنی که روزگار رو از کدام حساب میجنبانید و منبع درآمدتان کدام است؟ خب قبلا هم من گفته بودم که این سوال رو بسیاری ها از ما میپرسند، در سطح های گوناگون، حتی در رمون صحبت ها هم بسیار پرسیدن که ما از کجا زندگی خود رو پیش میبریم. خب زمین خوجگی داریم در دهه و چوروی کلان، چوروی میده که من خودم به واسطه به کار آنها به فروش و نگهداری مشغول هستم، با همراهی خانواده، با همراهی پدر مادر، با همراهی دادرم یک جای این کار رو میکنیم و از همین حساب زندگی رو پیش میبریم. و این چنین پدر مادرم هستند که در همه کارها دستگیری میکنند، یعنی ما زندگی یک جا میگذاریم، زندگی مشترک میگذاریم و این باعث گشت است که من از لحاظ اقتصادی تا اندازه بی‌نیاز باشم و مستقلیت داشته باشم. و یک سال پیش به تجارت کتاب مشغول بودیم با همراه دوستانمون و امروز هم داریم همین کار رو کم کم میکنیم و الان چنانی که میبینید ما در کتابکده هستیم و اینجا گاه گاه میاییم و صاحب این مغازه دوستیمو عزیز رو کمک میکنیم و این هم یک نوع شغل، یک نوع کاریمو فعلا در شرایط فعلی است. یعنی که شما در اینجا یکم درآمد داریدن؟ کم و بیش بله درآمد دارم. بله. اگر مخفی نباشه چند سوم است؟ خب اکنون نشه نمیگویم، تقریبا همون خلری هست که به رفت و آمد راهگیرو و زندگی روزمرم گرچند زیاد نیست میرسد. تصور کردیم که یکم هزار سومانی بوده گیست؟ کمی بیشتر از هزار سومان. تا حال کمک پولی اجتماعی هم میگیرید؟ اونی که شما گفتید نه، اون کمک پولی اجتماعی یک دفعه نبود، یعنی در ظرف 3 ماه 1200 سومون میتین تمام، دیگه یک مرتبه میدین دیگر تکرار نمیشه، تکرار داده نمیشه دیگر. خب میگفتید که در اویلا شما چند نفری در مجموع؟ در مجموع در اویلا ما 5 فرزند هستیم، 3 اپای بزرگ دارم که اونها شوهر کرده در خونه های خودشون از پس زندگی خودشون دارن و خونه ای که امروز زندگی میکنیم من و دادرم هستم و هر دویمون اویلا دور هستیم و هر دویمون خوشبختانه صاحب دو پسری هستیم. یعنی که تنها در اویلای شما و همسرتان 4 نفره هست؟ بله. بله. و همین مبلغی که من شما زیر گفتیم از 1000 سومونی بیشتر، میدونم که از روی ادب نیست، به هر صورت میخواستم پرسم که همین مبلغ برای جنبالانی روزگار کفایت میکنه؟ نه البته، این من گفتم که این تنها برای راهگیرا و اون که بیان یکم کاری فرهنگی، یکم کاری اجتماعی انجام دهیم میرسد، این برای زندگی عموما نمیرسد. و ما تلاش کردیم، من قبلا هم در صحبت گفتم که یک نو ساختیم که حتی گفتم که برای نفس کشیدن در اینجا زندگی رو پیش بریم و با امید یک روزی بهتر. البته ما برای بهتر کردن شرایط خود تلاش میکنیم، تحت هر شرایط، تحت هر مانع و تحت هر صدایی که با ما میگذارن، صد منظور همون شیطهایی که گذاشته میشد، ما تلاش میکنیم یا اونها رو شکسته بگذاریم یا از بالا اونها بیپریم و زندگی خود رو هر نواجه پیش بریم. ولی این باعث نمیشود که ما از کارهای ولنتیوری، از کارهایی که فرهنگ است، تاریخ است، علم است، ادب است، قدیم باقی برویم. تمام تلاش شما رو میکنیم که به پیش رویم و خدمت کنیم. با شکم گروسنه کاری ولنتیوری کردن؟ نه ببینید، من گفتم که من فعلا مدیون پدر و مادرم هستم که به من کمک میکنند.
همسرم به من کمک میکند، برادرم به من کمک میکند و باز دوستانی هستند که در همین گونه لحظه من دو نفر دوست دارم و فعلا نمیتونم نامشون رو بگیرم. آنها در بعضی مواردهایی که یکون مشکل های خیلی چیز زندگی میشود و من کمک میکنم و دستگیری آنها باعث میشود که من راحت تر آسان تر این کارها رو انجام بدهم و من باز در فکری برای موندن تجارت خودم هستم و شاید در آینده نزدیک همین خیلی مشورت داریم با بعضی دوستان با کمک بعضی دوستان که یک قهوه خانه در مرکز شهر بکشیم که قهوه خانه نامش کتاب باشد، هم یک بخشی فرهنگی باشد، هم درآمد بگیریم و زندگی رو بهتر و خوبتر کنیم. چند پیش در بالا گفتیم که تهدیدها در نسبت شما خیلی زیاد بودن، حتی سال 2012 تا جایی میدونم شما در بالا هم همین گپا گفته گذاشتید، در سفینه کار میکردید و از جانب اشخاص نامعلوم تهدیدات خوب قرار گرفتید. آیا همون وقت تصور کرده میتوانستید که چیز بدتر از لاتوکوب تهدید نمیدونم دیگر و دیگر بوده میتواند؟ یعنی با مثل همین زندانی شدن، حتی کشتن بود. مثلا من گفتم که چیز آمادگی بود یا قبلا احساس میشد، ولی در مسئله لاتوکوب توزی برای من نروشان است. فقط میخواستم که یک بار همون آدمونه که همین کار را کردن مقامات پیدا میکرد، فقط من نگاه میکردم. خب من بخشیدم، من معمولا این چیزها رو میبخشم ولی فراموش نمیکنم. ولی پس چرا وقتی شما میدونستید که گویا یک نو پیشگویی میکردید که امکان دارد که پسی لطو کوب و تهدیدها چیز بدتر باشد، به مثل کشته شدن یا زندانی شدن، زندانی هم شما پیشگویی کرده بودید برای خود یا نه نمیدونم، برای چی با وجود همه این گفته های بالایی کوشش نکردید که شاید تندگوییتون رو کمتر کنید؟ ببینید، من هیچ وقت فکر نمیکنم که تند گفته باشم. البته از نگاه خودم هیچ وقت فکر نمیکنم تند گفته باشم. معمولا هر چیزی که نوشتم، بجز چند نفری که میگفتن کاش نمی نوشتی که اونا معلومن در ناخونک، دیگه بسیاری ها میگفتن چیزی خوب است، به درد جامعه است. حتی منصبداران، من چند منصبدار را میدونم که به من زنگ بزدن بعد مقاله، یا در راه میدیدم فلان ماو تخوندم خوب بود، این درد جامعه است، این فلان است. یعنی این چیزا را وقتی من میدیدم گفتم شاید فکرم خطا است، شاید کاری که میکنم، فعالیت میکنم، شاید و شیرین گفتاری دشمنان بود و تلخ گویی دوستان نبود. بخاطر دل خودتان میگفتند که بله بله گوها هستند. شما تصور کنید من 17 18 ساله بودم که این فعالیت رو میکردم. 17 ساله تصور کنید، 13 سال از بین گذشت. من اون وقتی تصمیم گرفتم نمیتونستم. اون وقت بین سطرها چی میگذرد، پس پرده چی میگذرد، با کی چه خیلی مناسبت کردن لازم است. من یک جوان بودم، با فکرم ساده بودم، صاف بودم و می رفتم می دیدم همین درخت چپه شده است، می نویسم که درخت چپه شده است. اون وقت حاضر من می بینم که درخت چپه شده است، با کی روانه شده است، چرا روانه شده است، از کجایش باید نویشت، کجایش دردی ساز نباشد. هیچ وقت مرا در دانشگاه چیزا نه آموختن. حاضر بسیار می بخشید میگن استاد فاکولته، من فاکولته تموم کردم. من باید آشکارا بگم که هیچ کس در دانشگاه ملی به من نوشتن را یاد نداده است. من استادان احترام میکنم، این که من چند بار درسی بعضی هاشتم احترام میکنم، ولی هیچ کس به من نوارگیری ناموخته است، هیچ کس به من تنظیم کردن را ناموخته است. در روند حادثات، در روندی که با کشورهای دیگر رفتیم، با دیگر هاشتیم، بعد فهمیدیم که چپه شدن هر درخت رو نوشتن ممکن نیست. نه هر درخت رو. بعضی ها من میبینم وقتی سوال شون میتین اگان جورنالیست هم میگن ما هیچ وقت از حقیقت دست نمیکشم، دروغ میگن. بعضی حقیقت ها رو وقتی میگن دیگه حقیقت ها فرو میرزد. درختی کدوم خدا چپه شد یکی بخاطر همین بعضی واقعیت ها گرچند واقعیت هستن ولی گفتنشان لازم نیست. چرا؟ چون واقعیت های دیگر رو میشکنیم، چون با واقعیت های دیگر مانع ایجاد میکنیم. من میخوام همه صاف باشن، ساده باشن، صمیم باشن، بگن فقط چپش زنی درخت از نگاه من که بالای بومی کی میافتد، بالای خانه کی میافتد. مثلا اگر بالای خانه ما بیافتد، خانه ما بیافتد بینویسن، مثلا خانه شما در افتاد بینویسن، خانه رئیس محله دان بینویسن، خانه رئیس جماعت رو بینویسن، از اون بالاش فکر کنن، از اون بالاش فکر کنن که اون بومی کی است، چی شد و چی شد دیگر نویسن. اوه
истерика. Аче ороп шо. Боже мой. Далер. Бегит гам аузи дарах да бар накай. Дева. Хоб. Далер хамун шаб ва рӯзҳое ки шумо гуфтед дар нисбати шумо парвандаи ҷиноӣ боз шуда буд, вақт пештар аз он ёрдӯстонатон, шиносоятон намедонам, мегуфтанд ки паноҳандагӣ ҷӯ, яъне паноҳандаи ин ё он кишвари дунё шав. Шумо нашудед, дуруст. Ба ҳар сурат шумо имрӯз ҳам ҳамин имкона доред. Албатта ман ба чизе таҳрик кардан додан намехоҳам шуморо. Танҳо мехоҳам фикри шуморо дар ҳамин маврид фаҳмам, ки чаро шумо бо вуҷуди тамоми гуфтаҳои болоӣ дар Тоҷикистон мондед ва умуман фикри шояд рафтан надоред ё шояд доред, ман хабардор нестам. من معمولا از صحبت دیپلمات های کشور خارجی میگریزم، حتی بسیار دعوت ها را رد کردم فقط به خاطر گپ کلوچه زیاد خواجه خارجی فلان یعنی هیچ چیز نیست. یک دوستم خیلی اصرار کرد که باید با یک از سفیرهای کشورهای خارجی خیلی میخواد با شما صحبت کند بخورید و همین سوال مطرح شد. گفتم ببینید همین پنچری افغانستان امروز در افغانستان جنگ است و مردم برای ماندن در سرزمین خودشان، خانه خودشان، جای خودشان سلاح میگیرن، بوریزه میبرن، جان میبوزن و احمد مسعود میگه که شاید خودشون چه نباشد ولی میگه که من میستم و بوریزه میبرم برای چی؟ برای سرزمینم از حقم است. من هم برای ماندن در همینجا تلاش میکنم و گفتم به اون سفیر که اگر آخران امکانیت نفس کشیدن حالا این زندان و تعدید اینا شک طرف و پدر مدرم اینا وسیعت کردم به همه گفتم به دیگر دوستانم گفتم آخران امکانتی نفس کشیدن اگر برایم هم همین جو باقی موند من میستم. من اینا صادقانه میگم، من اینا نمیخوام که وطن از نیاد استتیکی و اگزوتیک و دیگر شهر بیتنم، میخوام بیستم. چرا؟ بودن ما وقت زمان معنا پیدا میکند که من در خونه خودم هستم، من هر کی هستم در جای خودم هستم، انامون دروچه پیش خونه من خونه این سرزمینی من است، من هم جا حق دارم. ببینید وقتی که ما می رویم یک کس گفت که وقتی ما می رویم بعدها جای ما را می گیرن، او بعدها می رویم با بعدترها می آن و می ایستم در همین سرزمینم، حقم است، خونه هم است، زندگی هم است و تلاش میکنم. من در همون نامه با مادرم نوشتم که خوب فرض کردیم زندانم یک گوشه تاجیکستان است، ولی تاجیکستان است. ما برای این مثل ما برای شعار وطن دادن، من اولین بار این گفت را میگم، ما برای که وطن دوست داریم شعار میدیم به خاطر این کارها نیست. ما نمیخویم که برای وطن دوست داری پوشیتی ماشینی فسان یا خانه فسان یا منصب پینهان شویم و بیم این گفت را بگیم، نه. ما در همین میدان میستیم، در خانه خودمون میستیم، در آنم لبی دایروچه خانه خودمون میستیم و در زندان این کشور میستیم و میگیم وطن دوست میدارم، این وطن وطنی ما است و برای ماندن تلاش میکنیم. من شاید روزی کار دیگر نیابم، زندگی هم پیش نرود، الان خیلی زیر فشار اقتصادی و این چیزو هستم، ولی تا آخرین امکانیت شاید مهاجرت روم یک ماه سه ماه در روسیه کار کنم بیام، ولی ترک میکنم. من گفتم که امروز از تاجیکستان میروم، این معنا ندارد. کجای خوندم که برای گرفتنی کمک پولی یا مدد پولی اجتماعی برای موقتا بیکار بودنتون پس از آزاد شدنتون بسیار تلاش ها کردید، میخواستم فهمم که همون وای چی شد همون کمک پولی اقیبتش مسئله چی بود؟ وقتی که این خبر نشر شد چند دوستان من فریاد کردن که همین زندگی مشکل باشه ما حل میکنیم برای 800 سومون 1000 سومون چی لازم بود اینا خبر ساز کرد. پرینسیپ این بود که یعنی ببینید فقط مسئله شخصی من نیست، من هیچ وقت وضع خانوادگی ما، وضع پدر و مادر ما، وضع خودم ما، وضع حتی ده ما مطبوعات نکشیدم یا در صفحه اجتماعی نگذاشتم یا به هیچ کس در این موضوع صحبت نکردم، فقط سری چیز صحبت کردم که به همه دخل دارد یا به گروه آدمون دخل دارد. شما تصور میکنید آدم بعد از 3 سال زندان میبراید برای 100 سومون دزدی زندان شده است و او خیلی دیر میگرد 1200 سومونی که میتیانش ممکن بود دست به دزدی بزند، یا که برای یک خانواده این خیلی پولی کلون است برای زندگیش. من تلاش کردم و این رسانه‌ای کردم،
البته بعد دخالت وزیر مهنت شیرین امام‌زاده این مسئله زود حل شد، شاید برای من و دیگران نمیدونم، فقط تلاش کردم که همه حق تلاش باشند. خیلی میخوام که وقتی که آدمو در نزد یک کارمند بازرسی دولتی افتانبیلی میستد ریشوه ندید، بگید گیر نویسند، از همینجا شروع شود. یک نفر وقتی که بچه با باخچه میبرد ریشوه ندید، یک وقتی که کسی به دانشگاه داخل میشد، از همین کارهای خورد خورد ما جمعه میسازیم. ما مردم 99% همون میگیم نمیشود بدون تجربه. یک چیز رو بد میبینن، میگن به یک گل بهار نمیشود، دروغ میگن. دقیقا هم چیز از یک گل شروع میشود، همین اومدن بهار هم از یک گل شروع میشود. این که میگن چی قد جون میکنی، چی قد جون میکنی، به یک گل بهار نمیشود، هر کس همین گپ میگه، این افسونه میگن برای ما، دروغ میگن. همیشه از یک گل شروع میشود. من نگفتم، در جایی که هستم از خودم دفاع کنم، شما نگفتید، اینا نگفتن، این نگفت، پس جمعه میشود جمعه سالم. اگر هر چوری ما گفتیم که این کار بهوده است، پس همه چی بهوده میشود. خب امروز سبت امروزه ما هم مخصوصا با خواهش شما و درخواست شما در همین جا روی کار دیده ایستاده است. چرا مخصوص همین نگارستان؟ یکم با قبرستان فرهنگ فهمیدگی است. قبرستان و نگارستان؟ نه، قبرستان فرهنگ میگویند که یک جوی هست، یک جوی هستند در این کشور که فرهنگ تولید میکنند، ایجاد میشوند. شما امروز اومدید، روز دوشنبه بودم، هیچ کس در این راه رابطه نیست و من هر وقت میان تقریبا با روز چند دوستی مدادی رو چک مهمون خارجی، تقریبا هیچ کس نیست. من میدونم اینجا هزارها اثر هستند، هزارها فکر هستند. حتی یک اثری هست، یک رسمی هست که تاریخ 100 ساله رو نشون میدهد و میگه این چی است. تصور کنید اگر دلیر محتاج با این رسومیش در آمریکا میشد یا در اروپا میشد یا در ترکیه یا یک کشور پیشرفته دنیا میشد، چی چیز داشت مقصد؟ ببینید از این قبرستان های فرهنگی بد هم میاد. من خواستم در این برنامه بگویم که یک کمی به این سمت هم مایل کنیم، هم به سمت اثر، به سمت کتاب و حداقل دستی بچه همون رو بگیریم، در ماه یک بار یا در دو ماه یک بار بیاریم نشان بدیم، ذوق زیبایی پرستیشون رو بیدار کنیم. ما جامعه فقط یک چیز میدونیم، تندگرای دینی یا اکسترمیزم دینی، ولی از تندگرای دنیوی هیچ وقت نمیگیم که اونا هر روز دارن رشد میکنن، رشد میکنن، بد اخلاقتر میشون، فاجعه بارتر میشون، اینا هیچ وقت نمیگیم. چرا؟ زیبایی نیست، صحبت خوب نیست، زندگی یک رنگ. مثلا برای ما وقت دوشنبه رنگوش معلوم میشود که برزو عبدالرزاق و دوشنبه میاد و ما صحبت میکنیم، بسیار میشینیم، چای مینوشیم، فکر میکنم که رنگای دوشنبه پیدا میشود، سرخ و سبز و زرد، ولی در غیر چیز معمولی است. فکر میکنیم همه رنگی سیاه است یا همه رنگی سبز است، همه رنگی سرخ است. وقتی که در یک شهر، وقتی ما پایتخت میگیم، این رنگ ها اوج نداشته باشند، یعنی مردم زیاد، دیالوگ ها، گفتگو ها، مرکز های تمدن، رفت آمد و نشست های فرهنگی. مثلا من به شما زنگ میزنم، اپس تو شما در کجایید، من در فلان کینو هستم، محپور شما در کجایید، من در گالری فلان چیز تماشا دارم، یک کس در کتابخونی است. دینامیکا پیشروی این است، ترقیات این است. پیشروی فقط ساختن یک بنای میبخشد 20 اوشونه که نه روح دارد نه جسم دارد، این نیست. پیشروی ما انسان هاییم که وقتی خاطری جمع داشته باشیم، وقتی با علم سر و کار داشته باشیم، وقتی که پایتخت از فرهنگ، علم، دانش بجوشد، خب اون وقت میگیم ما پیشرفت کردیم، اون وقت بجور هستیم. منظورم که یک نوع تشویق شود، یک نوع ترغیب شود که جوان ها بیان، بچه هاشون ها بیانن، خانم ها بیان تماشا کنن، بیان زیبایی را ببینن و با زیبایی عاشق شوند، دل بند. خب سوالی نهایی، ما از واقعیتی که آزادی بیان وجود ندارد همگان آگاه هستیم، یعنی که از واقعیتی که آزادی بیان در کشوری ما وجود ندارد و می دانیم که هر کدامی از ما ژورنالیستان در جای شما بوده می توانست. حالی هم هستم، بسیار هم هست. نتش محبورا شما با عنوان نفره که یک سالی پرازوب رو پسی سر کرد، با همکسبان دیگر ما چی گفته می توانیم؟ در این رابطه چی کار کرده می توانیم؟ در این رابطه ببینید، همین که میگویند آزادی بیان نیست، این نیست، دموکراسی نیست،
همش از نو وابسته است. آزادی بیان ما میسازیم. هیچ وقت پشتی هیچ تشکیلات سازمانی بودیم. ما اگر استوار باشیم، ما اگر بیستیم، ما آزادی بیانیم، ما آزادی فکریم. امروز هم همین خیلی است. اگر شما نمیخواید میروید، اگر کسی که میخواد میایستد و حرفش میگه. من میگم، من میروم از پشت من، شما میاید، شما میگید و دیگر میروم. اگر که من رفتم از پس من، همه شما هم خاموش شدید، یا که از پس یک نفر اگر همه ما خاموش شدیم، آزادی بیان مال نیست برای ما. بیان آزادی بیان نگم چیزی که بخریم یا بپوشیم نیست. آزادی بیان چیزی است که ما در جای قبلا گفتم در جایی که هستیم باشیم، در دهی خودمون، در کشور خودمون، در شهر خودمون، در موقع خودمون. آزادی بیان همین است. من هیچ وقت اگر شما همین موادای ما رو پیگیری کردم خوندم، من هیچ وقت شکایت نکردم که آزادی بیان نیست، چون آزادی بیان خودی من هستم. اگر که تحت هر شرایطی فعالیت کردم، پس من توانستم یک پرچم برداری آزادی بیان باشم. اگر که نه، پس گفتم که ما 99% میگیم نمیشود. یک بار امتحان کردن در کار است، یک بار تجربه کردن در کار است و در آزادی بیان بگذار 100 بار تجربه کنیم. بعد نشد، بعد خواهی گویم که نیست.